خب عزیزان، پس شما بعد از این تمرین دو تا لیست و مطلب زیبا و جالب دارید که حالا هر کس به سلیقه خوش میتونه زیبا و تزیینم بکنه، که در بخش اول صفات همسرش رو نوشته. اینا شاید گاهی اوقات همراهتون هم باشه، همیشه با خودتون داشته باشید. صفات همسرش رو نوشته و یه بخشی هم رفتارهای خوب همسرش و کارهای خوبی که این آدم در حق او انجام میده هر روز، یا در طول مثلا 2 سال، 5 سال، 10 سال زندگی با او داشته، اینا رو می‌نویسه تو جیبش هست، تو کیفش هست. یادم یه بار یه خانمی اومده بود 2 ساعت تموم بی وقت از همسرش بد میگفت، هی گفت و گفت و گفت و گفت. بعد گفتم که خب همسر تو هیچ ویژگی خوبی نداره؟ میگفت نه، این آینه دق منه، این پدر منه در بوده، چنینه چنانه. تو خب بچه رو باش ازدواج کردی؟ میگفت که خب تا اینجا سرم کلا رفته، اشتباه کردم، اصلا نباید باش ازدواج میکردم، این نمیدونم آدم تنبل بیار بیخیال و فلان، و حالا یه اعتیادی هم پیدا کرده بود و ناخواب. من گفتم که خب چه ویژگی خوبی داره؟ گفت اصلا ویژگی خوب نداره. بهش گفتم جلسه بعد اومدی ویژگی خوبش رو بنویس، رفته بود اومده بودم 20 تا ویژگی بد نوشته. آخه عزیز من بهتون میگم ویژگی خوب بنویس و بازم ویژگی بد مینویسی. ببینید این آدم دیگه ذهنه همش میره به سمت منفی دیگه، در واقع منفی بین شده. هیچی ما نشستیم، منم با خط نستعلی خیلی خوشگل نوشتم بالا، تیپ زدم ویژگی های خوب و مثبت همسرم. خب همسر شما انقدر تلاش کردن که ویژگی همسر ایشون رو بکشن بیرون، همسر شما چه مثلا آدم تمیزی هست، منظمی هست، گواره، خیلی هر روز میره بیرون دوش میگیره، نمیدونم همیشه ستیق میکنه میره بیرون. خب باشه، آدم منظم مرتبی دیگه، مثلا هوش و ذکاوت چطوره؟ این انقدر ویژگی های خوب گفت، هر کدوم با یه مثال میگفت دیگه، که مثلا وقتی میگفت باهوش، یه مثال هم ده، شما هم این کار بکنید. وقتی میگید که مثلا همسر من به فرض سخاوتمنده یا مثلا آدم قویه توی مشکلات و اینها خم بر نمیاره، یه مثال هم بنویسید. خب مثلا تمام ثروتمون از دست دادیم، یکی کلا برداری کردم، ما این خم به ابروش نیورد، خیلی محکم بود، قوی بود، تلاش کرد دوباره رسید به همون چیزی که قبلا داشت. خب یه مثالم زدش، ما اینا رو نوشتیم، این خانم گوشته تو کیفش. من گفتم اینو بذار تو کیفت همیشه همراهت باشه، هر جا دیدی خیلی حالت بده یه بار اینا رو بخون. بعد شوهرش هم آدم شکاکی بود، رفت و دست کرده بود تو کیفش در آورد، اوه اوه عجب چیزایی نوشته این در مورد من. خب اول شک کرده بود که این خط مثلا از تعلیق مال کیه، افتاد مال کیه. خلاصه افتاد من میرم چه مشاور رو، خلاصه شروع کرده بود خوندن که آره شوهر من مثلا آدم خیلی فعالیه، آدم خیلی باهوشیه، آدم خیلی مثلا تمیز و منظمیه. بعد صداش کرده بود گفته مثلا پروین تو واقعا راجع به من اینجوری فکر میکنی؟ آره من واقعیت رو میگم، هم ویژگی خوبت رو میگم، هم ویژگی بدت رو میگم. خب خیلی اونجوری که حالا خودش میگفت دقیق آدم نمیاد، ولی میگفت تو مثلا 50-60% روابط ما رو بهتر کرد. چرا؟ چون دید هم من راجع به اون آدم بهتر شد، همین که اون خودش دید که من یک بینش قشنگ نسبت بهش دارم، یک دیدگاه خوب و زیبا نسبت به او دارم دیگه. خب وقتی شما میرسی به یه آدم فکر میکنی که این آدم مثلا آدم شادیه، اون دیگه نمیتونه جلوی شما غمگین باشه، چون شما تصورت اینه که این شاده. اینو القا کردی که تو چقدر آدم شادی هستی، آدم به تو میرسه اصلا حالش خوب میشه خود به خود. شما اینو بهش منتقل کردی، اون باورش اینه که شما در مورد اون فکر میکنی که این آدم شادی، اون دیگه نمیتونه آدم شادی نباشه، اون دیگه نمیتونه. اگه شما فکر میکنی آدم سخاوتمنده، اینو منتقل کردی بهش که تو واقعا آدم سخاوتمندی هستی، اون دیگه نمیتونه یه جور خسارت به خرج بده. اگه بری رستوران اول پول دست جیبش میکنه، پول خرج میکنه. متوجه میشید چی میگم؟ پس تصویری که شما از همسرتون بهش میدید خیلی مهمه، که به این میگیم سلف فولفیلینگ پروفسی. حالا بعدا ان شاءالله اینا رو میگم، نمیخوام حالا خیلی ذهنتون رو خسته کنم. حالا اینو گوش کنید تا من برم سراغ بانک عاطفی.